متاسفانه باز هم جف سازی های رسانه ای, 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 ای ده ده فیلم سینمایی انکبوت مقدس سلام بچه ها حالتون چطوره خوش اومدید به چنل ترفن امروز با شما این با بررسی دقیق فیلم سینمایی انکبوت مقدس این فیلم هنوز رسما منتشر نشده ولی داستان و تیزارا و هواشیش ماشالله این روزا تو رسانه ها پره تو بعضی از رسانه ها نوشته بودن که این فیلم تو به امام رضا و مردم مشهد داشته داخلش بر صورت من تصمیم گرفتم که امروز بدون هیچ تعصب خاصی به صورت کاملا منطقی مثل همیشه این فیلم رو بررسی بکنیم با هم و خلاصه کلی با هم در موردش صحبت بکنیم لایک این ویدیو و سابسکرایب ترفند یادتون نره خیلی خوب داستان این فیلم همونطور که شاید اکثرتون شنیدید در مورد یک مردی به نام سعید هسته سعید گویا تفکرات مذهبی داره و کلا آدمیه که از یک موضوعی خیلی ناراحته و اونم اینه که مشکلی داره که آقا چرا تو مشهد زنهایی باید به عنوان کارگر جنسی وجود داشته باشن که جلوتر بهتون میگم این مشکل از کجا میاد حالا این سعید هم مشکلش جدیه که تصمیم که به بهونه مشتری بودن به این زنهای کارگر جنسی تو مشهد نزدیک بشه و موقع رابطه جنسی این زنها رو بکشه و اونها رو به قطر برسونه حالا لابلای زنایی هم که میکشته مثلا دخترای 18 19 ساله بودن در نهایت سعید قصه ما دستگیر میشه و حکم اعدامش صادر میشه ولی اون برعکس اینکه یک قاتل بوده و تو زن مردم بخواد یک شخصیت منفی تلقی بشه برعکس این داستان اون به یک شخصیت مقدس تلقی میشه قصه کلی این فیلم همینه بیایید دقیق تر نگاه کنیم بهش این فیلم برگرفته از یک داستان واقعیه میدونستید اصلا اسم شخصیت قصه که سعیده اون ظاهرش رو نگاه کنی برگرفته از یک شخصیت واقعی به نام سعید هنایی هستش ماجرا از این قراره که تو سال 1381 توی ایران شخصی به نام سعید هنایی تو سن 40 سالگی داخل مشهد اعدام میشه وقتی زندگی نامه این فرد رو بخونی میفهمی که دقیقا این فیلم بر اساس زندگی سعید هنایی ساخته شده آقا داستان اصلی از این قرار که واقعا شخصیت واقعی سعید هنایی خب توی محله فقیرنشین تو مشهد زندگی میکرده به همراه همسر و دوتا از فرزندهای دختر و پسرش هیچ حاشیه و نمیدونم پرونده و دستگیری و این چیزا اصلا نداشته تو رزومش سعید خیلی انسان آروم و بیهاشیهای بوده و وضع مالی خوبی هم کلا نداشته سعید داستان از اونجایی برای سعید قصه ما تلخ میشه که یک روز زن سعید که تنها هم بوده مثل اینکه تو مشهد سوار یه ماشین تاکسی میشه داخل تاکسی راننده تاکسی شروع میکنه با زن سعید صحبت های جنسی و تیکه و متلک انداختن زن سعید و اذیت و آزار جنسی میکنه و تو ماشین بهش تجاوز جنسی میکنه و اونو رها میکنه وقتی سعید این موضوع میفهمه به حدی عصبانی و حالش بد میشه که معتقد بوده که مقصر اون راننده تاکسی نیست مقصر این های کارگر جنسی تو مشهد هستن که وجودشون قبه زنها رو تو مشهد ریخته و باعث شده که هر مردی به خودش اجازه بده که به زنهای مشهدی به چشم بد نگاه کنه این استدلال سعید بوده من تایید یا رد نمی کنم دارم استدلالشو رو بهتون میگم توجه کنید دیگه واسه همینم سعید زنهای کارگر جنسی مشهدی رو مقصر میدونه ببین نمیخوام از واجه فاهش استفاده کنم و واسه این افراد نمیشه گفت فاحشه چون یک سریشون خب مشکلات مالی دارن یک سریشون های خودشونو دارن لطفا شما هم از این لفظ کارگر جنسی استفاده کنید خلاصه که سعید دنبال این زنهای کارگر جنسی مشهدی میگرده و به بهونه مشتری بودن اونها رو میکشه مدل کشتنش هم اینجور بوده که وسط رابطه جنسی اونها رو خفه می کرده. بعد کلا اون زمان وقتی پلیس و رسانه اون داستان دنبال سعید بودند به اون لقب قاتل انکبوتی رو داده بودند سعید گویا به اعتراف خودش 16 تا زن رو اینطوری کشته و بین قربانی ها مثل اینکه دخترهای 18 و 19 ساله هم بودن حالا کلا فارق از اینا چقدر تلخه که یک دختر 18 ساله میخواد از اون سن تبدیل به کارگر جنسی بشه اینا خیلی حرفا خیلی حرف ها. که در نهایت پلیس سعید و دستگیر میکنه اون تو سال 1381 اعدام میشه میدونم لابد میخواد بگی او کو سال 81 چیزی که مربوط به سال 81 بوده و پروندهش بسته شده الان چرا تو رسانه انقدر بول شده ببین ماجرا از این قراره که بعد اون داستان مشهد و عراقیا بودن که میگفتن عراقیا میان مشهد و داستانا بتر می اون داستانا خودتون بهتر میدونید اون زمان اسم سعید و هدفی که داشته دوباره مطرح میشه به حدی که حتی در مورد سعید میان یک فیلم سینمایی هم میسازن که نقش سعید و محسن تنابنده میاد بازی میکنه و میگن که خیلیاتون مشهد و کلا شهرای ایران برعکس رسانه و فیلم اون داستانا اومدن کار سعید رو به نوعی تایید کردن و یک جورای اقدام سعید و خیرخواهانه دونستن پلیس هم بعدا گفت که آقا سعید به نظر ما نیت خیرخواهانه نداشته چون چرا موقع رابطه جنسی اومده این کارو کرده پلیس معتقده که سعید اصلا میتونسته بدون رابطه جنسی اونا رو بکشه چرا وسط رابطه جنسی اومده اونا رو کشته این کل قصه واقعی داستانه اما اول ویدیو من بهتون چی گفتم گفتم سازی رسانه ای هستی جالب بهتون بگم سال 2001 2001 حساب کنید یه مستند کامل از زندگی سعید توی ایران ساخته میشه و حتی سال 98 بهتون گفتم یه فیلم ایرانی دیگه به نام انکبوت منتشر میشه که بازم در مورد سعیده که جالبیش اینه که نقش سعید و محسن تنابنده خودمون بازی میکنه و آخرین نسخهش هم همین انکبوت مقدس بوده که تو جشنواره کن نامزد دریافت جایزه نخل طلایی شده ببین آدم باهوش این وسط براش علامت سوال به وجود میاد که چرا بین این سه تا نسخه یهو این نسخه آخریه انقدر بولد میشه و تو رسانا در مورد صحبت میشه یه سکانس رو میان نشون میدن میگن آقا این سکانس رو نگاه کن داره مشهد و شبیه تار انکبوت نشون میده خونه این انکبوت و وسطش هم حرم امام رزاست به نماد این که احتمالا اون انکبوت امام رزاست و امام رضا رو این فیلم تشبیه مقدس کرده اولا که داداشای عزیز عشقای من اصلا انکبوت لقب سعیده اصلا تو همون تیزرها هم مشخصه داره میگه عملا میگه آقا منظور از انکبوت سعیده بازم مربوط به اون لوکیشن سعیده دیگه آقا چیز دیگه ای نمیتونی برداشت کنی که یک انکبوت که نماد سعیده و اون خونش هم که خونه انکبوتیه به نماد اون لوکیشن زندگیشه که همون مشهد دیگه و کلا خونه انکبوت چجوریه کل اون محدوده خونه انکبوت تار رنکبوت هر تومه ای حتی اون گوشه گوشش هم بیا انکبوت فورا میره اون تومه رو از پا میندازه و داستان سعید همینه که تو این شهر مشهد تو این شهر انکبوتی خودش دنبال تومه هاشه تومه تعمهاش همون زنهای کارگر جنسی واقعا داره حالم به هم میخوره از اینکه همه چی رو میخوایم سیاسی بکنیم همه چی رو میخوایم بگیم چون این اونوره با اون مشکل داره این با اون مشکل داره و چجوری نسخه قبلی های بود بهش نقد وارد نیست یهو این نسخه میاد بهش نقد وارد میشه چرا چون پای زهرا امیر ابراهیمی وسطه آره خب ما بهتر میدونیم این شخصیت اصلا مورد تایید نظام ما نیست دوم این که زهرا امیر ابراهیمی موقع دریافت جایزه نیومده بگه همین مردم ایران فیلم صحنهدار من منو نگاه کردن همین مردم ایران فیلم صحنه من منو پخش کردن اومده دلسوزی کرده برای مردم آبادان و کشورش حالا یکی میگه که آقا این دلسوزی فیکه یکی میگه واقعیه ما کاری به این موضوعات نداریم داداش من از این دارم تعجب میکنم که صدا سیما و اخبار شبکه هم یک و سه و دو همه اومدن مشاله نقدی به این فیلم کردن و حالا نقدشون چی بوده گفتن چرا زهرا امیر ابراهیمی که میاد برای مردم آبادان قصه میخوره چطوری که اون لحظه در مورد تحریم ها نمیاد صحبت کنه آخه چه ربطی داره تحریم 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 آقا الان من جوون دانشجو تو این کشور درس نخونم نیستم که بگی نمیدونم وقت تو تلف کردی و عیاشی کردی و اون داستانا نه آقا من جوون مهندس مکانیکی دانشو تهران یه پرایدو باید 200 میلیون بخرم که من مهندس میدونم این پراید 200 میلیون نیست ولی این پرایدو میان 200 میلیون تو پاچه ملت میکنن بعد میگن آره چرا شما در مورد تحریم دارویی آ... داداش این چه ربطی به تحریم داره من تو تهران میخوام خونه رهن کنم زیر 200 300 پیدا نمیشه من بحثم تو این ویدیو با حکومت و نمیدونم نظام و این داستانا نیست خودتون بهتر میدونید ببین ما اینجا تو صدا مون کشورمون تلویزیونمون یه شبکه تریبون آزاد نداریم که من و چهار مثل من بیایم حرفمون رو داخلش بزنیم چهار تا اعتراض بکنیم اعتراض منطقی بچه میدونستی تو قوانین کشور ما تو قوانین کشور ما نوشتن که برای افرادی که اعتراض دارن به سیاست های حکومت اجازه راهپیمایی بدید اجازه اعتراض بدید میدونستید اینجور بندا تو قوانین کشور ما هستش اما فقط هست هیچ وقت عملی نمیشه الان همین یوتوب رو بچه ها. گوره بابای آمریکا هستن پلتفرم آمریکاییه تو همین یوتیوب این تا شبکه و کانال هستش که مخالف سرسخت خود آمریکاست مثال بزنم اشخاص محترمی مثل امید دانا مثل استاد رائفی پور خب این افراد محترم موافق نظام ایرانن و مخالف نظام آمریکا اوکی ولی میبینی که داره فعالیتش رو میکنه و درآمدش هم داره میگیره آره آزادی بیان یعنی این حالا شما همینو بیا مقایسه کن با آپارات برو تو روبیکا بگرد خب همین میشه جوون مملکت اعتراض داره به طرح سیانت دیگه چون میترسه میترسه که تا از همین حرفا دیگه نتونه بزنه شما حساب کن فیلم گاندو گاندو که محوریت فیلم در مورد اطلاعات و سپاه و این داستان میان سانسور میکنن ببین چقدر دیگه اوضاع خیته برنامه شبکه افقو میان هز میکنن چرا؟ چون آقا یک مقداری شما داری تند حرف میزنی بعد نکته جالبی نه. من رفتم رزومه این کارگردان آقای عباسی نما کردم بنده خدا یه روز خوش عین من دانشجو بوده بعد تو رزامهش هیچ فیلم سیاسی هم نداشته که بخوای بگی آره آقا این قبلا فعالیت سیاسی کرده عباسی میگه که اون زمان که این قتل انجام میشد اون خودش تو تهران دانشجو بوده و از همون موقع استارت نوشتن فیلمنامه این فیلم بزنش رسیده یه بخشش رو براتون میخونم عباسی گفت به طرز عجیبی واقعا برخلاف میل خودم نسبت به عام مرد یعنی سعید احساس همدردی کردن من فکر می کنم که جنبه روانپریشی در لذت جوی قتل های او و تمایلات جنسی پیچیده و غیره اون وجود داشته اما همچنین معصومیتی در اون نیز وجود داشت این بیشتر در مورد این بود که چگونه یک جامعه یک قاتل زنجیره رو ایجاد میکنه قصد من ساخت فیلمی درباره یک قاتل زنجیره نبود بلکه میخواستم فیلمی درباره جامعه یک قاتل زنجیره بسازم این در مورد زن ستیزی ریشهدار در جامعه ایران هستش که به طور خاص مذهبی یا سیاسی نیستند بلکه فرهنگی هستند به این بچه من هیچ دشمنی با هیچکی ندارم عاشق کشورم هستم ولی لطفا اسیر جو سازی های رسانه نشید چه مذهبی های عزیزم چه غیر مذهبی های عزیز من نظرم اینه این فیلم هیچ توینی به امام رضا حداقل داخلش نداشت شاید در مورد موضع این فیلم بشه در مورد انگیزه های قتل سعید و این داستان بشه نقد وارد کرد به این فیلم مثلا بگیم آقا آقای کارگردان شما چرا طرف سعید رو نگرفتی یا چرا طرف سعید گرفتی تو این سکانس چون کارگردان داره خوش میگه میگه آقا من طرف سعید رو نگرفتم من فقط خواستم بگم که یک ریشه زن ستیزی تو مردای ایرانی وجود داره مثل این که... که سعیدی که میاد یک مرد به زنش تجاوز میکنه بازم استدلالش جای انتقام گرفتن از یک مرد اینه که بیاد از زنها انتقام بگیره شاید در مورد این استدلاله بحث کرد بشه گفت آقا شما چرا اینجوری طراحی کردی یا چرا نکردی ولی اینکه بگی توهین کرد و این داستانا خلاصه نمیشه اینجوری بخوای مخ مخاطب و لابلا این داستان شس بدی کاربران مجازی به ویژه ایرانی ها در برابر جایزه کن برای یک فیلم ضد ایرانی و ضد اسلام هشتگهای امام مهربانی انکبود مقدس و امام رضا را به راه انداختند وطن تو یو غریب آن از تو دور افتاد امام رضا جانم بازم در انتهای صحبت بکنم منو توی ذهنتون هیچ وقت به جایی وصل نکنید نگید من مخالف نظام یا موافق نظامم نه من فقط یک دانشجو تو این کشورم هم تو سیاسی ترین دانشگاه کشور دارم نظرم آزاد میگم هر وقتم چیزی علیه کشورم باشه میام میگم عین نقد به فیلم 300 یا فیلم دیکتاتور یا از اون برم اگه نقد عقاید کشورم باشه میام میگم مثلا نقدی که به فیلم توینامیز پیامبر کردم اینجا رو خوب گوش بده نه خارج کشورم که بخوام از دور از شرایط وطن و مردمم فهاشی کنم از اون بر پول یوتیوبم از حاشیه به جیبم بزنم و یه اشک تمسایی هم بریزم این وسط نه زمانی هم که تو کشور خودم هستم روزه سکوت گرفتم و میبینی که دارم حرفامم تو تریبونی که دارم میزنم تو ایران تو تهران تو گرونترین پایتخت دنیا تو همین شرایط دارم زندگی میکنم نقدمم میام میگم از یک خانواده نه مثل طرفی که خودش نتونسته اوضاع کشورش رو تحمل بکنه پاشده شده رفته اونور پناهنده شده داره حق و حقوق پناهندگیشو میگیره بعد به اونایی که تو این کشورن میگن چرا ترسویی چرا ساکتی چرا نمیرید اعتراض کنید خونتون بریزه رو زمین کشور خیلی بامزه است ها خیلی باحاله در برخیزه والا خیلی آذری و دم از غیرت میزدم ما والا الان چیزی ندیم همه ایران بلند شده دهات کوره ها کوچیک ها نمیدونم شهرهای کوچیک بلند شدن ولی ترک زبانان ما اصلا به یه ورشون هم نیستیم همه میگن غیرت غیرت ترک غیوره امیدوارم تا... بر صورت این ویدیو شما رو از شرط دقیقه این فیلم آگاه کرده باشه بر صورت همراهان دوست داشتنی طرف هم به بخش انتهایی ویدیو رسیدیم تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون